دنیا الان کاملا متوجه شده که در داخل ایران داره چه میگذره، چه کشتاری دارن میکنن و با چه رژیم ضد مردمی مردم ایران طرف هستند. مثلا عراق خودش جای خودش داره. مثلا ببینید خب برای سالیان سال بعد 2003 اگه اشتباه نکنم جمهوری اسلامی در عراق بسیار نفوذش زیاد شد، ولی به تدریج این نفوذ کم شده و به خصوص الان مثلا آمارهایی که همه پرسیهایی که صورت میگیره در از عراق نشون میده که چقدر شیعه های جنوب عراق مثلا بصره و غیره از دست جمهوری اسلامی ناراضی هستند، نه تنها به خاطر که به عنوان ابزار و وسیله ازشون داره استفاده میکنه، بلکه مثلا فرض کنید که مسئله کمبود برق و آب هم در اون منطقه که مسبب جمهوری اسلامی هست سبب نارضایتی اقتصادی اینا شده. در منطقه لبنان و حزب الله هم داریم می‌بینیم که به هر حال چون پولای انتقال پول داره کمتر و کمتر میشه و فشارهای جهانی داره بیشتر میشه، این مسئله به اون شکلی که قبلا وجود داشت اون حمایتی که از مردم ایران می‌کردند ما نمی‌بینیم. ما حتی مثلا می‌بینیم که تظاهرات جوانای ایران در تهران در همبستگی به وجود میاره در کشورهای مثل لبنان، در بین شیعه ها و یا مثلا فرض کنید در افغانستان. ایران حتی محبوبیتش هم در امریکای لاتین هم در حقیقت از دست داده. الان ما از اتحادیه اروپا که داریم نگاه میکنیم ببینیم که اتفاقاتی داره میفته بر علیه جمهوری اسلامی، پوزیشن هایی که مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی دارن میگیرن چقدر قوی تر و پررنگ تر شده.